کمپرسور 35 تن رو میخوایم تعمیر کنیم و میخوایم با قطعات این کمپرسور آشنا بشیم، قطعاتی که میتونید از گروه مهندسی مهرسمند هم تهیه کنید. اولین قطعه مجموعه شاتون، پیستون و گجنگپین هستش. کد قطعه رو میبینید. مجموعه دوم رینگ ها هستش، تک رینگ های کمپرسور هست. این کمپرسور داره 6 تا شاتون پیستون رینگ هست، گجنگپین هست، 12 تا رینگ هست و بقیه مجموعه 6 تایی هست. 12 تا رینگ میخوره، هر پیستون 2 تا. توی 35 تن پیستون قطر 68 هستش. این کمپرسور البته دیسکاس هستش، تو 40 تن ها فرق میکنه، سایز بالاتر میره. پس ما 68 رو الان داریم جمع میکنیم، 6 عدد هستش. قطعه بعدی که عوض میکنیم کیت ساید گلاس هستش، مجموعه ساید گلاس کمپرسور هست. توی این کمپرسور رله محافظ IMP69 هم الان میخواییم عوض کنیم. ماژول حرارتی هستش که دمای سیمپیچ بالا بره متوجه میشه. قطعه بعدی که توی اکثر کمپرسور هنگام تعمیر عوض میشه این قطعه هستش، تراست واشر. دو تا تراست واشر میخوره این کمپرسور، یه تراست واشر بسته هست، یه تراست واشر دهن باز. یکیش سمت سیمپیچ، دهن بسته سمت سیمپیچ میخوره، دهن باز سمت موتور میخوره، سمت میلنگ و شاتون پیستون ها نصب میشه. قطعه بعدی که عوض میکنیم کیت اویل پمپ هست. این مجموعه اویل پمپ شرکت کوپلند هست با واشر فلزیش. خب میلنگ رو هم عوض میکنیم، میلنگ خوردگی زیاد بوده، با میلنگ استاندارد عوضش میکنیم. این کمپرسور ها 3 تا بوش میخورن، یه دونه سمت اویل پمپ هستش، بوش در عقب معروفه، دو تا هم برای این قسمت نصب میشه، قسمت وسطی میلنگ هستش، بوش وسط میگن. پس دو تا از این بوش ها، دو تا از بوش ها وسط، یه دونه از بوش ها در عقب نصب میشه. سایز بوش ها تو همشون یکیه. میلنگ تو محل قبلی نصب شاتون ها خوردگی زیاد هست، پله زیاد داره. میلنگ استاندارد به این صورت هست، کاملا صیقل. توی محل نصب بوش ها سایز استاندارد ما 44.4 هستش. در عقب هم همینطور، بوش اویل پمپ. مجموعه واشرهای این کمپرسور اورینگ های ساید گلاس هست، واشر ترمینال کمپرسور هست، واشری که زیر قاب ترمینال نصب میشه، زیر قاب ترمینال نصب میشه هست، دوباره این واشر اضافه برای زیر قاب ترمینال هست، واشر فلزی در عقب کمپرسور یا همون اویل پمپمون هستش، واشر کارتر هست که این واشر هم فلزیه، واشر در جلو در سیمپیچ هست که از جنس نانازبسته. تو قسمت کارتر وقتی که حالا نصب میکنیم با هم دیگه میبینیم، دو تا قطعه دیگه هم نصب میشن، یکی غلاف هیتر هست و دیگری فیلتر روغن. فیلتر روغن توسط این مجموعه یک فنر و آهن رو با در پوش نصب میشه، اما هیتر مستقیما پیچ میشه و این هم روتور کمپرسور هست.
حالا با هم دیگه همه مجموعه رو سوار میکنیم و چک میکنیم تمام موارد رو. با اینکه میلنگ فابریک هست و استاندارد هست، باز هم ما باید چنین کاری رو انجام بدیم. خب روغن کاری رو انجام دادیم. مرحله بعد از این که ما شاتونا رو چک کردیم، مرحله ساعته. ساعت داخل سنج بورگیج رو استفاده میکنیم برای اینکه سایز بوش رو چک کنیم، ببینیم آیا بوشی که نصب کردیم درست هست، بوش دو پن نیست. هر دو طرف رو چک میکنیم. وقتی که اطمینان پیدا کردیم از ساعت، میریم بعد مرحله بعد برای نصب میلنگ. میلنگ و شاتون پیستون ها و باقی قطعات رو باید نصب کنیم. پس مرحله بعد مرحله میلنگ. توی این نقطه هم گفتیم که ما تراست واشر داریم، صحبت هم کردیم که دو مدل تراست واشر داریم. یه تراست واشر داریم دهن باز، یه تراست واشر داریم دهن بسته که این تراست واشره. دهنه باز رو اینجا نصب میکنیم. بعد نصب کردن شاتون ها و پیستون هاست. شاتون ها و پیستون ها رو همونطوری که میبینی داخل سیلندر قرار میدیم. از قسمت کارتر وارد میکنیم، قبلش هم روغنکاری انجام میدیم، قطعاتو چک میکنیم. دیواره سیلندر رو هم حسابی چرب کردیم. شاتون ها و پیستون ها رو وارد سیلندر میکنیم. یه بار دیگه تاکید میکنم این قطعه هم یادمون نمیره، واشر تراست مدل اوپنش هست، اینجا نصب میشه. هر قطعه ای که میخوایی نصب کنید روغنکاری رو انجام بدید. روغنکاری رو انجام میدیم، این قطعه رو نصب میکنیم، بوش رو روغنکاری میکنیم، آماده میکنیم برای نصب میلنگ. حالا باید میلنگ رو از قسمت انتهایی که اویل پمپ یا کمپرسور هست وارد کمپرسور بکنیم. قبل از اون یه نکته وجود داره، روتور. خیلی وقتا پیش میاد که روتور قفل هستش داخل میلنگ، پس بنابراین قبل از این که ما میلنگ رو نصب کنیم اول روتور رو چک میکنیم تا از سلامت روتور مطمئن بشیم. بعد از اینکه از سلامت روتور مطمئن شدیم و دونستیم که میلنگ به درستی نصب میشه، تو مرحله آخر با اون که تمیزکاری ها رو قبلا انجام دادیم یک بار دیگه چک میکنیم، هوا میزنیم داخله با کمپرسور، باد میزنیم داخل سوراخ میلنگ. مسیری که قرار روغن از این پایین اویل پمپ ارسال بشه از داخل میلنگ به قسمت بوش انتهایی برسه و تمام شاتون ها روغن کاری کنه رو چک میکنیم. مرحله بعد مرحله نصب میلنگ هستش. البته توی این کوپلن شاتون پیستون ها باید نصب بشن و بعد داخل سیلن قرار بگیرن و بعد میلنگ وارد کارتر بشه. کرنکشافت توی کرنکیش بعد از قرار دادن شاتون ها پیستون ها قرار میگیره. میلنگ رو نصب میکنیم داخل کارته. لقیار هم چک کردیم اوکی هست. مرحله بعد نصب رینگ ها بر روی پیستون هاست. رینگ ها رو بر روی پیستون ها نصب میکنیم.
ببینین دو تا رینگ میخوره این مدل از کوپلند، دو تاش نصب میشه. دونه دونه شاتونا رو نصب میکنیم بر روی میلنگ و سفتشون میکنیم. آخر سر هم با ترکمت میکشیمشون تا به میزان ترک دقیق باشه. پیستون رو به سمت داخل بفرستیم، رینگ ها نمیذارم، پس بعد رینگ ها رو جمع کنیم. برای جمع کردن رینگ ها از یه ابزار مخصوص به نام رینگ جمع کن استفاده میکنیم. دهنه رینگ ها رو روبروی همدیگه قرار میدیم، رینگ جمع کن رو میذاریم بر روی پیستون، با آچار سفتش میکنیم. وقتی که سفت میکنید نیاز هست با یه ابزار پلاستیکی یا چوبی رینگ جمع کن رو بچسبونید به سر سیلندر. رینگ جمع کن رو میچسبونید به سر سیلندر، بعد از سمت داخل شاتون رو میزوم میکنید، شاتون رو میزوم میکنید و از اون سمت به پیستون ضربه میزنید با چکش چوبی. شاتون میاد سر جای خودش بر روی میلنگ میشینه. کفه ها رو دونه دونه علامت زدیم، سنبه خورده یا ماژیک علامت میزنید. بعد میاریم وقتی که چرب کردیم میلنگ رو، شاتون رو، کفای شاتون رو نصب میکنیم بر روی شاتون. حتما هم باید حسابی چرب بشه. جهتش هم درست ببندیم. جمع کردن شاتون پیستون ها تموم شد، همه رو جمع کردیم. روونیش رو میبینیم به راحتی با یه نیروی کمی داره میچرخه، روون هست. الان اویل پمپ کمپرسور نصب میکنیم. برای نصب اویل پمپ احتیاج به واشر در عقب داریم، واشری که اینجا نصب میشه. پس با این واشر در عقب رو در اویل پمپ رو نصب میکنیم. خب دو تا پیچ نصب میکنیم، واشر هم میذاریم، در عقب رو با آرومی میذاریم، چرب کردیم گوشی رو هم میذاریم که گوش هم نباید خورده بشه، آروم باید نصب کنیم. فلش داره در عقب تجور به بالا هست، جهت در عقب نصب میشه. دو تا پیچ رو نصب میکنیم، سر جاش میشینه. ببینید در عقب هم نصب کردیم، پیچش رو صفر کردیم، اما روون بودن میلنگ خیلی روونه. تو هر مرحله کار باید اینو چک کنیم که مطمئن بشیم میلنگمون کاملا روونه و با دست میچرخه. اگر قفل بشه یعنی ما موردی داریم. قطعه بعدی واشره در کارتره، کرنکیس باتم. خب واشره کرنکیس باتم رو چک میکنیم و نصب میکنیم. واشر رو قرار میدیم روی کارتر، کرنکیس باتم در پایینی، دو تا پیچ رو صفر میکنیم. رولو گارش نذاشتیم، بعد از اون ما میتونیم باقی پیچ رو هم بذاریم و نصب رو انجام بدیم و صفر کنیم پیچ رو. قطعه بعدی فیلتر روغن هست. فیلتر روغن رو نصب میکنیم. پشت سر فیلتر روغن این دو قطعه، فنر و نگه دارندش نصب میشه. قطعه بعدی که اینجا باید نصب بشه غلاف هیتر هست. غلاف هیتر هم این قسمت نصب میشه.
نقطه‌ای که آخر نصب میشه خود اویل پمپ هستش. اویل پمپ به این صورت هست. این واشر فلزیش هست جهت نصب شدن. این دنبالچه‌ای که وسطش قرار داره وسط میلنگ قرار میگیره و با نیروی میلنگ اویل پمپ میگرده. فنر بایپس رو میبینید و طریق دو چرخ دنده روغن رو پمپ میکنه. دو مالچه رو تنظیم میکنید شفت اویل پمپ رو و پیچه اویل پمپ رو نصب میکنید. بعدی که میخوایم نصب کنیم تراست واشر هستش. بعد تراست واشر سمت روتور رو نصب کنیم. این قطعه برای میلنگ نصب میشه پشت روتور. قطعه بعدی قطعه حلقه پشت روتوره. تو کوپلندهای مختلف متفاوته. قطعه حلقه پشت روتور رو نصب میکنیم برای میلنگ. روتور رو نصب میکنیم. قبلا هم تست کردیم روون بودن روتور رو. جای خارش رو میزوم میکنیم. قطعه بعدی که باید نصب کنیم خار روتور هست. کیک رنگ شفت این قطعه هست. خار شفت، خار شفت رو نصب میکنیم. خیلی از وقتها احتیاج به یه ضربه داره پشت سر این تا بتونه جا بره. یه ضربه کوچیک که بزنیم جای خودش رو پیدا میکنه و راحت جا میره. قطعه بعدی پیچ سر میلنگ هست به همراه واشرش. تو انتهای کار روون بودن میلنگ رو هم دوباره چک میکنم. میبینید به چه صورتی هست؟ کاملا روون. مرحله انتهایی لقی روتور به استاتور هست. این رو باید چک کنیم. تو مرحله آخر فیلر میزنیم چک میکنیم روتور به استاتور رو. مطمئن میشیم که مونتاژ رو درست انجام دادیم. پیچای در جلویی در سیم پیچ رو راهنماش رو نصب میکنیم و واشر بعدیش واشر استاتور گسکت استاتور کاور. کاور استاتور رو باید نصب کنیم. واشر رو نصب کنیم. به راحتی کاور سیم